بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بینندگان محترم شبهای شفاهی. امشب سلاممون رو متبرک میکنیم به یک تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی. تبریک میگیم به همه شما 12 بهمن ماه و یاد و خاطره امام بزرگوار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو گرامی میداریم. با تبریکی فراوان از طرف شبهای شفاهی برنامه امشب رو آغاز میکنیم. سلام، شبتون بخیر، شب دهه فجرتون مبارک باشه انشاءالله. دو خط تلفنی شبهای شفاهی امشب هم آماده منتظر برای دریافت پیام ها و شنیدن صحبت هاتون. 15875 خط فاصله 4433 هم صندوق پستی ماست برای دریافت نامه هاتون و سخنان کتبیتون. اما امشب در برنامه شبهای شفاهی دو مهمون داریم که به هر دو سلام میکنیم، به هر دو شب بخیر میگیم، از هر دو تشکر میکنیم که برنامه ما رو پذیرفتن و به هر دو هم تبریک میگیم. خب حالا خواهش میکنم که یکی یکی خودتون رو معرفی بفرمایید. به نام خدا، علی زین العابدین زاده هستم، 19 سال دارم و فارغ التحصیل رشته پیش دانشگاهی هستم. بله، شما خواهش میکنم. به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز. من پوریا خانی هستم و الان در رشته ریاضی و پیش دانشگاهی تحصیل میکنم. خیلی خوش آمدید. یه فرصت میخوایم بگیریم از دوستانمون و ببینیم که نظر شما، دو نفر، دو جوانی که به دلیل حضور در جشنواره خوارزمی امشب مهمان برنامه ما هستید و حالا راجع به ابتکارتون صحبت میکنیم، ببینیم نظر شما راجع به خودباوری چیست. نگاه بکنید. خودباوری یعنی این که انسان استعدادهای خودش رو به خوبی بشناسه و همچنین اینکه موقعیت خودش رو به خوبی درک کنه و بتونه با شناختن استعدادهای خودش بتونه به آینده امید داشته باشه و بتونه از شکستایی که میگیره نتیجه بگیره. همونطور که ما در کارمون با شکستای بسیار و همچنین فرض و نشیب بسیاری که داشتیم تونستیم یه نتیجه به نظر خودم نسبتا خوبی بگیریم، ولی هنوز عالی نشده و امیدوارم بتونیم باز با همکاری دوستم این کار رو ادامه بدیم انشالله. ببینیم نظر ایشون چیه. خواهش میکنم. بله، به نظر من یعنی خودباوری یعنی اعتماد به نفس داشتن و از شکست نترسیدن و اینکه ما امید به آینده داشته باشیم و این شکست ها رو به عنوان پل های پیروزی خودمون قرار بدیم و تو این نشه ما اعتماد به نفسمون رو از دست بدیم. و به نظر من هم اگه کسی همیشه این کارو یعنی خودباوری رو اساس کار خودش میگه محور کار خودش قرار بده، در کار خودش موفق میشه و این تجربه‌ای که میتونم بگم ما کسب کردیم در کار تحقیقمون. خیلی خوب، حالا راجع به تجربه‌تون هم بیشتر صحبت میکنیم. چون تلفن داریم الان اجازه بدید که با بینندمون صحبت بکنیم. سلام، شبهای شفاهی، خواهش میکنم بفرمایید. سلام علیکم. سلام می‌داریم خدمت شما آقای محمدی و مهمانان محترم برنامه‌تون. متشکرم. و ضمن تبریک 12 بهمن ماه. به همچنین. شما از کجا تماس می‌گیرید خانم؟ من فاطمه حمیدیان هستم، از شهرستان بروجن تماس می‌گیرم. خیلی متشکرم از تماستون. چند سالتونه؟ من 16 سالم. 16 سال. خیلی خب، به عنوان یک حالا بگیم جوان 16 ساله، نظر شما راجع به خصوصیات یک جوان نمونه چیه؟ خب جوانی که توی همه مراحل زندگیش بتونه موفق باشه، دیگه موفقیتش کلن توی زندگی زیاد باشه. و شما اهل تحقیق و ابتکار هستی؟ تا حدودی، ولی نه اون حدی که زیاد باشه. تا چه حدودی مثلا؟ تا
تا حدودی که در رابطه با تحقیقات در سطح بالا نه، ولی در سطح متوسط رو فکر میکنم که بتونم این کار رو انجام بدم. خیلی خوب، حالا اگر میخواید که اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشین، برنامه امشب ما رو دنبال بکنید، چون ما دو تا مهمان داریم که بله. یه خودی در این زمینه کار. جوانی ارائه بدم؟ بله بفرمایید، خواهش میکنم. جوانی تلیعه دوران خوش زندگی است و اگر بخواهیم دوران عزت است و افتخار. و یه سرود درخواستی هم ازتون داشتم. خواهش میکنم. سرود 22 بهمن ماه. بله بسیار خوب. تقدیمتون میکنیم، از تماستون هم خیلی متشکرم. شب شما بخیر. خدا نگهدارتون. در آغاز دهه فجر هستیم و به هر حال عرض کردم من در یک برنامه دیگه هم که سعی کردیم که چند بخشی رو تازه تقدیمتون بکنیم به مناسبت این دهه مبارک. حالا از جمله اونها خوبه که به درخواست بینندمون هم پاسخ بدیم و در این حال سرودی بشنویم از 22 بهمن ماه. نگاه کنید، خواهش می‌کنم. خانی برگزیده جشنواره خوارزمی. به نظر من جوان نمونه جوانی هستش که جنبه و پذیرش همه نوع انتقاد و مشکلی رو داشته باشه و بدونه که هیچ مشکلی نیستش که راه حلی براش نباشه و همچنین این که باید یک جوان بدونه که اون میتونه و چون که جوونه میتونه که به همه مشکلات غلبه کنه و در زندگی هیچ مشکل هیچ چیزی نیستش که اسمش بشه گذاشت مشکل و همه این مشکلاتی که ما باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم چیزاییه که ما خودمون فکر می‌کنیم مشکله و گندش می‌کنیم و راه خیلی همواری داریم و ما باید به مشکلات خیلی بزرگتری که در آینده داریم فکر کنیم. خیلی متشکرم. همینطور آقای علی زین العابدین زاده که ایشون هم برگزیده جشنواره خوارزمی هستند. به نظر من جوان نمونه جوانی هستش که واقع بینانه به مشکلات نگاه بکنه و این باور رو داشته باشه که هیچ مشکلی نیستش که راه حلی نداشته باشه و هیچ کاری نیستش که مشکل نباشه توش و اون جوان نمونه هستش که باید در برابر این مشکلات صبر و استقامت داشته باشه و ناامید نشه. ممنون. خب بریم سراغ طرحتون و بریم سراغ این که چه شد که برگزیده جشنواره شدیم. کی میخواد شروع بکنه؟ شما میخواد بگیم بفهمید. طرح ما اومدیم در ابتدای کاربردهایی رو برای حباب‌های صابون بیان کردیم و از جمله این کاربردها ما اومدیم طرز قرار گرفتن سلول‌های بدن رو اثبات کردیم که چرا به صورت چند ذری کنار هم دیگه قرار گرفتن یا از کارهای دیگه که ما برای حباب‌های صابون یعنی کاربردهایش ما به دست آوردیم پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر بین چند شهر بود و البته کاربردهای زیادی داره، در هر رشته خاص کاربردهای خاص خودش رو داره. مثلا اینکه مثلا در معماری یک معمار میتونه با واسطه مدل‌هایی که درست می‌کنه این مدل‌ها رو طبق کار ما در مایه کفسمون قرار میدیم و خارج میکنیم، در اونجا شکلی پدید میاد. بعد ما اثبات کردیم که این شکل ها اگر معمار یک همسین ساختمان رو با این شکل بسازه کمترین مساله رو مصرف کرده و مقاومترین نوع ساختمان رو هم داره. ایدهش از کجا به ذهنتون رسید؟ ایده این کار از کتاب میشه گفت آزمایشگاه فیزیک 2 سال سوم دبیرستان بود که همین که معمولا بچه‌ها هم ازش نمره کمی میاره. به خاطر اون که کار عملیه و ما خیلی کار عملیه کم بهش توجه میکنیم و به نظر من فیزیک تنها درس نیست، اینجوری من میگم بهتره و همه درس ها رو باید با کار عملی پیش برد و فیزیک تنها درسی که باید با دیدن فهمید نه با خوندن. قدیما هم بهش میگفتن علم الاشیا اگر اشتباه نکنن.